بامخوابی، گرسنگی، گرانی، فروش اندام و هزار درد و مشکل اجتماعی نتیجه دزدی و فساد مشتی آخوند غارتگره که 40 سال دستشون تو جیب و سفره های مردمه. باید جوابگوی این سوال باشند که سرنوشت آن 20 میلیارد یورو و نیز 60 تن طلا که از خزانه ملت خارج شد چیست؟ اگر از 60 تن طلایی که از بیت خامنه ای رفت خارج هم فعلا بگذاریم و فقط همین 20 میلیارد یورویی که غارت شده را به تعداد خانوارهای ایرانی تقسیم کنیم، به هر خانواده بیشتر از 26 میلیون تومان میرسه. یعنی فقط با همین یه قلم اعتراف میرسلیم از جیب هر ایرانی حداقل 7.5 میلیون تومان دزدیدن. کجا رفت؟ هدیه ای مثل امام هدیه ای زندگی میکرد، مقام معظم اعظم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. اون همینطور. البته برای تمام کش کردن گرسنگان علاوه بر سرقت علنی اموال مردم، راه‌های دیگه هم بلدن. تحمیل مالیات‌های ظالمانه‌ای که میلیون‌ها ایرانی را به خاک سیاه نشونده. امروزه بی‌رحمانه‌ترین مالیات غیر مستقیم بر مردم تحمیل شد. این مالیات ظالمانه ناشی از سقوط ارزش پول ملی است که فقط در 3 سال گذشته 1/10 شده است و کمر محرومان را شکسته و آنها را به فلاکت کشانده است. راستی اگه فقط 10% از 60 تن طلای دزدیده شده به جای هدیه به آخوندهای حکومتی خرج بیماران و بیکاران میشد چی میشد؟ روغنش مونده، برنجش مونده، آردش مونده، پول برگ، پول آب، اینا مونده، آبی که این روزها نداره. اگه اون 20 میلیارد یورو بین کارگران تقسیم میشد، به هر کارگر نزدیک 50 میلیون تومان میرسید و میلیون ها نفر میتونستن زندگی کنن. به واقع راه حل چیه؟ آیا با وجود این آخوندها مسئله حل میشه؟ چه باید کرد؟ آخوند باید گم بشه.